خب بینده گرامی، در چند روز گذشته هموطنان ما زنگ زدن در بعض موارد نظر ما رو خواستن که ما در بعض موارد نظرات خود با اونا تقسیم کردیم و شریک ساختیم، در بعض موارد نساختیم و گفتیم که ما در کارهای خود مصروف هستم، بخصوص در رابطه با جنجالی که آقای نجیب بارور در ایران آغاز کردن که یک تعداد از هموطنان ما او را تایید کردن، یک تعداد بسیار بیرحمانه به سر و صورت و کله و شانه و همه جای نجیب بارور زدند و تکه تکه و پارچه پارچش کردن ولی کسان دیگه دوباره او را نساختن. ولی به این حال ما در اینجا متوجه یک مسئله شدم که حتی اگر اشتباهی مردم میگن که نجیب بارور زنگ زده بود، سر زده بود، نباید به این شکل سنگ سار طالبی می شد. باید استدلال می کردن مردم و رد می کردن تا زمینه برای از این مساعد می شد که خود نجیب بارور می آمد دلائلی که چرا چون عرفای را در معذر آیت الله خمینی گفت بیان می کرد. خب افهام و تفهیم همین معنی را می ده. شاید یک نشتی از یک کس نشر میشه یا یک کس صحبت میکنه، هر کس برداشتای متفاوت میکنه، ولی برداشتا وقتی دوباره حل میشه که در یک تفاهم با جانب مقابل روشن بسازه که اصل قضیه چیه. به هر حال آنچه که بسیار جالب بود طنزی که دو نفر به اصطلاح در تلویزیون آمو هستند، نبی روشن و یکی دیگه شون نامشون یاد ندارم چون من معمولا زیاد دیگه تلویزیون رو تماشا نمی کنم، ولی تلویزیون آمو که آقای نجفی زاده و آقای سمی مهدی با بسیار تندتراقی را افتتاح کردن و با گفتن که یکی از تلویزیون های متریس که شاید تمام تلویزیون ها رو شکست بدن، اما با می طنزگونی. اساسا من نفهمیدم تا حالا که طنز چی معنی داره. طنز معمولا بعضی ها در کشور ما فحش و دشنام و توهین کردن و تحقیر کردن میگن طنز است، اما اگر یک بار مراجعه کنن بخوانن نشته های آقای خدا غریق رحمت کنه عزیز نسین بخوانن و از خود در خود کشور ما خدا غریق رحمت کنه جلال نورانی رو بخوانن که یک کمی اصلا اساسا با معانی و مفاهیم طنز آشناشان که طنز چی معنی میده. طنز دو زدن و دشنام دادن نیست. در اینجا چند نفره بودن طنزیس بودن، فقط هر کی را پدر و مادر گفته فاش میدن با داخل نشته میکردن که طنز از فلانی. خیر، ولی چیزی را که اینا نشر کردن که و فکر میکنم که آقای نبی روشن هم خوب از نارمندهای خوب ما هستن، اما باید اینا فکر کنن که در کجا با کلمات چگونه بازی کنن. بسیار کلیپ مزخرف بود، بسیار کلیپ بیمعنی بود و این انتظار نه از این تلویزیون هیچ کسی نداشت. ما در دفاع نجیب بارور نیستم، در بسیار موارد شاید با اونو مخالف باشم، اما وقتی که این آدم کوبیده شد از طرف همگی، ما یک روز در طول 30 سال شاهد نبودم که هموطنان ما متفقن یک روز بین اسماعیلیون محکوم کنن به خاطر نوشتن کتاب دایم سقویش. یک روز من ندیدم که هموطنان ما که امروز اتهام خیانت ملی را برای نجیب بارور میبندن که اینا اسماعیلیون هم به نیست یک خائن ملی معرفی کنن، برای که اونمو تصفیه قومی، اونمو کشتن غیر خودیا، اونمو گرفتن اموال مردم، زمین های مردم، تمام چیز این خائن ملی در کتاب دویم سقوی نشته کرد، اما یک نفر او را محکوم نکرد. امروز آنچه خونهایی که در کشور ما ریخته میشه، آنچه قتلهای هدفمندی که در کشور ما صورت میگیره، آنچه نقل و انتقالاتی که صورت میگیره که مردم از اون طرف وزیرستان شمالی میارن در بهترین نقاط کشور ما جابجا میکنن، مردم بومی میارن نقل میتن، مردم نیست که سرنشان چی میشه، تمام اینا در کتاب دویم سقوی اسماعیلیون درج شده بود. یک خیانت ملی نیست؟ بکش تا زنده بمانی، دیگران غیر از خود بکش، دیگران خونشان بریز، زمینشان بگیر تا تو زنده بمانی. این از انسانیت و از عقلانیت و از وجدان بسیار بددور است. کجا رقل اسماعیلیون شما آمدین محکوم کردین؟
کجا یک روز حافظ شیرازی را کس محکوم کرد که اگر آن ترک شیرازی به دست آره دل مار به خال هندویش بخشم سمرقند و بخارا را. دنیای شاعر با دنیای عادی فرق میکنه. شاعر شاید چیز در پیش مطلب پیشش باشه که بگوی. به هر حال من نمیخواستم که سری مسئله صحبت کنم، ولی به هموطنان خود بخیم که به جای توهین و تحقیر نقد کنن، به جای استفاده زشترین کلمات در یک تلویزیون خوب توسط دو تا هنرمنده که هنرمندان خوب ما هستند، او باید به شکل بسیار سالم بنویسن. من این تبریک میگم برای آقای سامی میدی با می طنزه که اینا ساختن، برای آقای چی سامی میدی ای کاش که جایی را که اینا سانسور کردن که صدا را خفه کردن، اما اونها را هم میذاشتن تا مردم بیشتر با ماهیت شما با مو ابتذال شما بیشتر آشنا میشد. اینا من به خاطر گفتم که حداقل اینا درک کنن که مردم مو با مو همه چیز تعقیب میکنه. وقتی که میاییم با بسار بر دیگران میتازیم که تلویزیون میاری ندارن، که تلویزیون هایی نبود و ما که آمدیم اصلاح میکنیم، ما که آمدیم نیست یک تلویزیون بسار قوی و بسار مسلکی و این و آن و آن، ما دیگران را از بین میبریم، خود زنده میباشیم که من یک گفه برای آقای سمی مدیام یک بار گفته بودم. اما ببینین که شما پس دوباره در سیر نزولی تانو میپیمایین با اون جایگاهی را که شما گفته بودین نامدین. من این صرف بخاطر علمی طنزتان که ما واقعا اونمو جای را سانسور کردیم، صرف اونمو نقطه را برای شما ما انگشت انتقاد میگذارم. یکی چی نشرات دارین چی میکنم که من کاری ندارم و با هیچ کس هم من نه سر رقابت دارم و نه در توان خود میرم با کس رقابت کنم. یک تلویزیون خانوادگی است، ولی شما که ادعای بزرگ میکنین کاری بسیار کوچکی انجام دادین که خود زدین به زمین، یک گوش زده یا یک یادآوری بسیار کوتاهی بود برای دوستان.